که در دهستان دژگاه در بخش دهرام روزگار میگذرونه و به حاجی عمو معروفه از همون فراریه و معتقده که تمیزی باعث بیماری اون میشه. عمو حاجی چهره ای مانند انسانهای غارنشین داره که حتی مردم عادی سن اون رو نزدیک به یک قرن میدونن. اون از خوردن هر نوع خوراکی تازه و نوشیدن آب بهداشتی پرهیز میکنه و غذای خودش رو با نیم‌پز کردن مردار حیوانات فراهم میکنه. این پیرمرد در پیپ خود از فضولات حیوانات استفاده میکنه. اون همچنین با سوزاندن موهاش خودش رو آرایش میکنه. محل زندگی این مرد روی گردان از بهداشت و مردم محل تجمع سگ و چارپایان محل هست. چند سال پیش جوانان محل تصمیم گرفتن عمو حاجی را به رودخانه ببرند. به همین دلیل هنگامی که عمو حاجی در خواب بود، اون را در عقب یک وانت گذاشتن تا اون را در رودخانه حمام کنند. اما وقتی به رودخانه رسیدن دیدن عمو حاجی در عقب وانت نیست. اون پیش از رسیدن خودش را از وانت بیرون انداخته بود تا مبادا بدنش با آب آشتی کنه. عمو حاجی همانجا به همه گفته بود اگر من تمیز بشم مریض میشم. لیوان اون یک حلب 4 کیلوی روغنه و با استفاده از این حلب روزانه نزدیک به 5 لیتر آب مینوشه. لباس پوشیدن این مرد در این دهستان که دارای گرمای نزدیک به 50 درجه سانتیگراده شگفت‌آور هست، زیرا اون تمام لباسهایی که مردم این منطقه براش میارن پس از بریدن آستینهای پیراهن و پاچه‌های شلوار با دندان اونها را به تن میکنه. لوازم زندگی اون شامل یک چماق هست که وزن اون 17 کیلوگرم هست. استکان چای خوری این مرد عجیب یک کلاه ایمنیه و چند حلب کهنه روغن نباتی. این زن کثیف آمریکایی در میان زباله‌ها و آشغال‌هایی که تمام خونش را پر کرده زندگی می‌کنه و 30 ساله که به خود زحمت تمیزی منزل و دور انداختن زباله‌ها را نداده. آیا شما در این مکان حاضر به موندن برای چند لحظه و یا غذا خوردن هستید؟ به تمیزی منزل این خانم چه نمره‌ای می‌دید؟ میشل 56 ساله ساکن واشنگتن هست. اون 3 دهه از عمر خود را در حالی گذرونده که تجمع زباله‌ها گاه تا کمر اون می‌رسه. اون در این مدت زباله‌های منزلش رو دور نینداخته. اون میگه علاقه زیادی به مهمونی داره و دوست داره در همین مکان از دوستان خود برای مهمانی، برای شام و نهار دعوت کنه. اون مدعیه که میتونه کیک‌های بسیار خوشمزه‌ای درست کنه. با این وجود شرکت آب به دلایل ایمنی تصمیم گرفته که آب منزل میشن رو قطع کنه.